شیطان می داند که در جنگ نهایی آخر زمان در نزدیکی قدس در کنار دریاچه تبریه گردنش زده خواهد شد. از هر ترفندی استفاده می کند تا آن زمان را به تأخیر بیندازد. او با حیله های شیطانی مردم ساده لوح را گول می زند تا در ردیف سیاهی لشکر او قرار گیرند. در شهرهای بزرگ و کوچک آمریکای شمالی هر روز آمار و ارقام گوناگونی منتشر می شود که بخش مهمی از آن درباره تعداد تلفات و خسارات ناشی از ارتکاب جنایت های مختلف و پژوهش های مربوط به آن است. اما اخیراً پدیده تأسف‌بار جدیدی به این ارقام اضافه شده و آن تیراندازی و کشتار در مدارس است. این آمار مربوط به دانش آموزانی است که همکلاسی های خود را به رگبار گلوله می بندند. پژوهش ها نشان داد که این نوع جنایت ناشی از انگیزه جدید عاملان به ارتکاب آن است. بررسی ها نشان می دهد اکثر این دانش آموزان تحت تأثیر پیام های قرار داشتند که از نوعی موسیقی مدرن به نام های رپ و یا هوی متال به آنها القا شده است و آنها را به عصیان های آخر زمانی دعوت می کند. اشعار این نوع موسیقی مضمون های منحرف کننده دارد و الفاظی مانند دجال یا ضد مسیح، وقایع آخر زمان، جهنم موعود، بهشت وجود ندارد و خدایی نیست و غیره. اون درباره آپوکالیپس یا آخر زمان میخونه. درباره دجال هم آواز خونده. درباره ضدیت با مسیح و مسیحیت خونده. اون در صدد ترویج فاشیسمه و در وصف شیطان آواز میخونه. به همین دلیل هم میشه گفت که شیطانگرا. به نظر من فیلم های تلویزیونی و سینمایی مقصر هستند. رادیوها و شبکه های ماهواره‌ای هم همینطور، چون تأکید برنامه های اونها بر دوری از خداوند. بهانه آنها این است که چون خیلی ها لا مذهب هستند و یا باورهای گوناگون دینی دارند، پس به هیچ کدوم از اونها نباید پرداخت، چون همه رو نمیشه راضی کرد. البته از طرف دیگر رسانه های خبری هم به این موضوع دامن میزنند. در این میان چیزی که اهمیت ندارد در واقع نیازهای روحی انسان است. خب این تنها مواردی بود که میتونستم بگم. نادیده گرفتن معنویات و نیازهای روحی انسان باعث شده که پرده سینما و تلویزیون روز به روز بیش از گذشته به تسخیر موضوعات عجیب و موجودات غریبی درآید که عمدتاً موجب ترس انسان می شود. انسان بیپناه در برابر این هجوم به انواع خرافات و هر دستاویزی پناه می برد. تلفیق این باور که از ناب و یاران شیطان بر همه مخلوقات غلبه دارند باعث خلع سلاح معنوی انسان ها در برابر شیطان می شود. بسیاری از مردم به کودکانشان اجازه نمیدن تلویزیون تماشا کنن و یا تماشاشو محدود میکنن. علت محدودیت کودکان در تماشای تلویزیون چیه؟ خب خیلی از برنامه ها بدآموزی دارن. پدر مادرام نمیخوان بچه هاشون اینطور آموزش ها رو داشته باشن. خشونت در برنامه ها خیلی خیلی زیاده. والدینم دوست ندارن بچه های ساده و آرام اونها در واقع خشن وار بیان. آیا فیلم های مستهجن پخش میکنن؟ متاسفانه بله. تلویزیون با این نوع برنامه ها پر شده. والدین یک مشکل دیگه هم دارند، این که فرزندانشون به خانه همسایه ها و دوستان دیگه رفت آمد می کنند و همم که این نوع محدودیت ها رو اعمال نمی کنند، پس تربیت پدر و مادر هم بی اثر میشه. این طبیعیه. پس علت به وجود اومدن نظام آموزشی خانگی همینه؟ بله، این مسئله یکی از علتهای اونه. آیا فقط مسیحیان مؤمن این روش آموزشی رو استفاده میکنن؟
نه نه نه، فقط اونا نیستند. خب بسیاری